انگلستان گروه تروریستی حزب الله را ممنوع می‌کند. رئیس جمهور یمن از اجلاس شرم الشیخ خواست مقابل طمع‌ورزی‌های رژیم ایران در یمن بایستند. اعتراض و اعتصاب در تهران، مشهد و تبریز. گروه تروریستی حزب الله که تحت حمایت رژیم ایران است، این هفته از طرف انگلستان تمام فعالیت‌هایش ممنوع می‌شود. ساجد جاوید وزیر کشور انگلستان با اعلام این خبر افزود و این معتقد است این ممنوعیت بایستی خیلی زودتر از این زمان انجام می‌شده است. شبه نظامیان حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی در تمامیتش توسط اتحادیه عرب، بحرین، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و آمریکا نامگذاری شده است. عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن در سخنرانی خود در اجلاس شرم الشیخ گفت رژیم ایران به طور آشکار در یمن دخالت می کند و از شبه نظامیان حوثی حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. به یفسود این نشست باید به طور محکم در برابر دخالت ها و طمع ورزی های رژیم ایران در امور کشورهای عربی بایستد. رئیس جمهور یمن گفت رژیم ایران امروز تهدیدی برای امنیت منطقه و بین الملل به شمار می رود، زیرا این رژیم حامی رسمی تروریسم و افرادگرایی است. 6 اسفند 97 تجمع و راهپیمایی سپاه گذاران کاسپین از دادسرای عمومی به سوی بازار و دادستانی. غارت شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران امروز در اعتراض به غارت اموالشان مقابل دادستانی رژیم در تهران تجمع کردند. اسفند 97 غارت شدگان مؤسسه بدر طوس و پیوند روز دوشنبه در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه های یک عمرشان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. آنها به نشانه اعتراض سفره خالی در کف پیاده رو پهن کردند. کارگران دو واحد تولیدی ماشینسازی تبریز و شرکت ریختگری این شهر از صبح امروز در اعتراض به روند واگذاری ماشینسازی تبریز به عوامل رژیم تحت عنوان خصوصی سازی دست از کار کشیدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از درگیری‌های باندی در رژیم آخوندی گزارش داد 9 آخوند عضو مجلس درخواست استیضاح روحانی به عنوان رئیس جمهوری را ارائه کردند. آخوندهای عمام سفید در مجلس روحانی را هدف قرار دادند. از جمله یک روحانی با این تراکت: تو باعث تورم هستی، ما امیدواریم تا بهار دوام نیاوری. این منبع افسود رؤسای جمهور در ایران معمولاً در طول دوره 4 ساله دوم محبوبیتشان کاهش می‌یابد، اما تحلیلگران می‌گویند روحانی به ویژه به علت بحران اقتصادی آسیب پذیر است و منتقدان به طور آشکارا خواستار استیضاح او هستند. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کرد ما در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار داریم. ما اگر در جنگ آماده نباشیم زیر بار حملات و هجمه‌های دشمن له خواهیم شد. یکی از چالش‌های ما در این حوزه توزیع اقنام اساسی است. ما در مقابل نظام سلطه دنیا ایستاده‌ایم، اما در کشورمان چیزهایی مثل گوشت و پوشک پیدا نمی‌شود.